با هدف حمایت از معیشت مردم دولت تصمیم گرفت بعد از افزایش قیمت بنزین از محل افزایش قیمت ها از 6 میلیون ایرانی حمایت معیشتی به عمل بیاره ببینید وقتی منابع محدوده و علل تعدادی هم که میخوام اختصاص بدیم محدود میشود از کل جمعیت ایران که حدود 85 میلیون نفر هستند به 60 میلیون باید بدیم علل بر اساس یک سری شاخص ها باید افراد رو اولویت بندی کنیم ما بر اساس اطلاعاتی که در پایگاه اطلاعات و رفاه ایرانیان داشتیم و بنا به تصمیم ملی که صورت گرفت بنا شد که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مسئول شناسایی و تهیه لیست 60 میلیون نفر باشه و مهمتر از اون افرادی که به هر دلیل احساس میکنند در این لیست نیستند و براشون مبلغ واریز نشده درخواست بدن و بررسی لازم صورت بگیره علالقاده مبتنی بر اطلاعات سیستمی و فرایندهای غیر حضوری بررسی لازم صورت میگیره و نتیجه بهشون اطلاع رسانی خواهد شد این 60 میلیون نفر بر اساس آزمون وس بر اساس اطلاعات دارایی ها درآمد و هزینه های که افراد دارن مثلا دارایی خودرو که دارن ملکی که دارن در زمره دارایی هاست درآمد اون مبلغ حقوقی که دریافت میکنه که در جاهای مختلف ثبت می یا احیانا درآمدی که در اظهارنامه مالیاتی در واقع اظهار میکنه و این اطلاعات در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه هست یا اطلاعات اصناف خاص مثلا دارم عرض میکنم مثل پزشکان مثل بازرگانان کسا که داره کارت بازرگانی هستند و سایر مشاغل اعضای هیئت علمی مدیران کل و در واقع بالاتر از اونها این اخشار هستند و مشاقل هستند و بر مبنای هزینه ها کسی که سفر خارجی میره علل قاعده رو داره میکنه ناظر به هزینه یعنی درآمدی در واقع داره وصول میکند و این هزینه رو داره انجام میده بر مبنای این شاخص ها و فرمول آزمون وسی که ما در پایگاه به اصطلاح ران کردیم این 60 میلیون رو اولوی به اصطلاح 85 میلیون رو رتبه بندی کردیم از بالا به پایین 60 میلیونی که پایین ترین وسط رو داشتن شناسایی کردیم و در زمینه مشمولان قرار دادیم توضیح استانی اگر بخوام بهتون مطرح کنم ببینید در سیستان و بلوچستان حدود 82.1 درصد از خانوارهای ساکن در این استان مشمول این طرح بودن. استانهای بعدی که میشه گفت که بیشترین درصد رو یا بیشترین درصد نسبی رو داشتن از مجموعه در واقع جمعیتشون خراسان شمالی با 79.2 درصد خراسان جنوبی 78.4 درصد گلستان 78 درصد و لرستان 77 و 7 درصد اما سه تا استان پایینی هم بهتون بگم تهران هست که از کل خانوارهاش 57 و 2 درصد مشمول شدن استان البرز با 63 و 6 درصد و استان یزد 64 و 9 درصد یعنی توضیح منطقی داره و فکر میکنم که اگر شناختی نسبت به ساختار جمعیتی و میزان توسعه و امکانات موجود در اون استان ها داشته باشیم آزمون و با دقت بسیار بالا اجرا شد زمین که در بره مختلف در واقع هم داده ها تست شده و هم آزمون و وز. افرادی که به هر دلیل فکر می باید بعد مشمولان باشند ولی بسته حمایتی رو در این سه بره که 27 29 آبان ماه و دوم آذر ماه کشن بشه بود دریافت نکردند این افراد در گام اول سرپرست خانوار تأکید میکنم فقط سرپرست خانوار فعلا با شماره گیری 3 تا 63 69 مربع باید شماره ملی خودشون رو ثبت کنند بعد از ثبت شماره ملی ما ظرف 24 ساعت پیامک رو ارسال میکنیم اگر دریافت کرده باشند به دلیلی اطلاع نداشته باشن از دریافت مثلا پیامک بانک براشون ارسال نشده یا مبلغ فرض فهمید که از یک میزانی تر باشه بعضی بانک به دلایلی در واقع پیامک ارسال میکنن استعلام میکنن اگر مشمول باشند پیامک در واقع ارسال میشود داله بر اینکه شما مشمول هستید اما اگر مشمول نباشند پیامک حاوی کد رهگیری براشون ارسال میشه که با اون کد رهگیری باید مراجعه کنم به سامانه ای که اعلام خواهیم کرد و بعد از تایید یک سری از شرایط و پذیرش یک سری از موارد باید در واقع درخواست خودشون در قالب 200 کلمه مطرح کنن که انشاءالله ما بررسی سیستمی رو انجام میدیم و نهایتا ظرف مدت زمان سی روز نتیجه رو به افراد از طریق همون شماره تلفن در واقع اطلاع رسانی خواهیم کرد فقط اون شماره تلفن ضمن اینکه باید متعلق به سرپرست باشد من بگم سرویس شاهکار وزارت ارتباطات در واقع دریافت میشه و سرویس شاهکار تطبیق کنید این شماره ملی متعلق به این فرد هست یا خیر یعنی یک مکانیزم احراز هویت بنابراین اگر با شماره غیر از اون استعلام کنن سرویس پاسخو نخواهد بود ببینید از امروز یک شنبه تا ده روز فرصت دارن درخواست خودشون رو بدن در سامانه که کاملا در دسترس هست نیاز به مراجعه حضوری نداره و مردم کار کردن با در, در واقع کدهای دستوری رو به کررات در مسابقه های تلویزیونی در خرید شارژ یا سرویس های مختلفی که تحت عنوان وضع حالا ارائه می شود، دارند این تجربه رو و نیاز به یادگیری نداره توضیحات لازم رو مطرح کردیم باز هم مطرح خواهیم کرد بعد از اون تاریخ ظرف مدت زمان سی روز ما مهلت داریم که بررسی لازم رو انجام بدیم و نتیجهش رو به مردم اطلاع رسانی کنیم ببینید این اختلال مربوط به اپراتور همراه اول بود که همونطور که مستحضرید بیانی امداد سازمان فناوری اطلاعات و قرار هست تا ساعت سه امروز سه بعد از ظهر انشالی مسئله رفت بشه و در واقع کاربران و اپرات مشترکین همراه اول بتوانند در واقع کار رو انجام بدن ولی تا همین الان که خدمتون هستیم بیش از هشتاد شماره ملی در سامانه ثبت شده.